تحلیلگران رسانه های لس آنجلسی و غیره اینا به این آقایون که حالا من یکیشونو میشناسم کروش رو میشناسم آقای کوروش عرفانی رو البته تا حالا ازشون ندیدم برای من جذاب نبوده تو این سال‌ها بخوام چیزی رو ازشون نگاه کنم یه تیکر دیدم تقطی شده توسط جمهوری اسلامی پخش شده با توجه به اینکه البته دورادور میگم برنامه‌شون رو گوش نکردم ولی دورادور نظریاتشون رو چون تختی که انجام شده تختی نیستش که فکر کنم در حقیقت منظور آقای ارفانی رو عوض کرده شد. ایشون یه آدم ضد اسرائیلیه بحثایی که مطرح میکنن با این آقا من نقد دارم بهشون و خیلی محترمانه میخوام این نقد بکنم نکنید آقایون یعنی این حرفا این بحثا این دشمنی علکی دیگه با اسرائیل تا این سطح دیگه داره چندش آور میشه من اصلا نمیگم اسرائیل دوست ماست ما اصلا دوست نداریم ما اصلا دوست نداریم اسرائیل همین الان اتفاقا در حوزه جمهوری جعلی باکو دشمن ماست شما اگر میخواید بگید اسرائیل دشمنه منم میتونم چهار تا روش بزنم بگم چرا جاهایی اصلا ما با اسرائیل مشکلات زیادی داریم اما این فضایی که شکل گرفته شما انقدر اسرائیل اسرائیل میکنید مثلا مگه قطر و مگه امارات و مگه افغانستان و پاکستان و باکو و ترکیه و خود عراق مگه مگه اینا دوستمان اینا به دیگه دشمنمان وقتی که با... اصلا اینا هیچ کی... هیچ کدومشون چش ندارن ایرانی رو همین عراق ما پنج تا انگشتمون اصل کردیم تو دهنش گذاشتیم باز انگشت ما رو گاز میگیره گاز بهش میدیم پول گاز ایرانو نمیده خب من نمیدونم تو تمام این دنیا شما زومتون شده رو اسرائیل صرفا مثل صحبت های این افراد رو گوش کنیم که من اینا مقلته است اینا صحبت هایی که دیگه بعد جامعه ایرانی خود به خودش بیاد این دست از این دشمنی به نظر من بخش قابل توجهش پروپاگاندا علیه اسرائیل و میگم من نمیگم اسرائیل دوست ماست اصلا تو این خط تا نرید والا ما هیچ دوستمون نیست ولی این دشمنیه دیگه به خیلی غیر منطقیه حتی از اسرائیل داره الان اسلام گرایی رو تو منطقه پاکسازی میکنه بسید کارش رو بکنه دیگه ما که زورمون نمیرسه بس اون داره میکنه دیگه اینا انسانی هستن که در اون سرزمین مادری خودشون زندگی میکردن و اینا انسانی هستن که در اون سرزمین مادری خودشون زندگی میکردن و این اسرائیلی ها تمامی های تمام میخواه اومدم و در اینا رو قتل آمد خب یکی همین آقا این مردم فلستینی چیز فلسطینی تو سرزمین مادریشون بودن اسرائیلی تمامیت خواه اومدن دارن قتل میکنن والا در قرآن نام اسرائیل وجود دارد که تو اون مقطع تو اون بخش داشته زندگی میکرده که بهش میگن فلسطین حالا فلسطین یا اسرائیل امروز این که دیگه اصلا سوره در خود قرآن حالا قرآن که از نظر من کتاب چرندی ولی خب از این منظر که بالاخره این که نوشته مال چند قرن پیش دیگه بالاخره اشاره شده ولی اشاره ای به فلسطین نشده سوال آیا فلسطینیا زندگی میکردن یهودیا زندگی نمیکردن؟ پس فلسطینی ما ندیدیم اسمش کر مردم کرانه باختری هم. فلسطین از کجا آمده مردم کرانه باختری یا مردم در حقیقت رود اردن مردمی که در اطراف رود اردن عرب های رود اردن چیزا برام یه بخشی از اون مردمی که اونجا زندگی میکردن اکدیا بودن اصلا من این فلسطین از کجا اومده من اینم یه سوال برام از 75 سال دارن جنایت میکنن میکشن این جمعیت رو از اون سرزمین به این بزرگی تا الان اگه شما نکنم من یه جا خوندم یک پنج و نهم اون سرزمین الان رسیده دست اینا همه رو گرفتن این مشکلت که دوتا نیستش من قطعا میگم هر دو اینا ضد جمهوری اسلامی هن. هر دو اینا صادقانه دارن حرف میزنن هر دو این دو عزیز در حقیقت قصد و قرضی چیزی هم ندارم مرضی هم ندارم واقعا اینجوری فکر میکنن دیگه چیکار کنیم یعنی با هم باید به کجا برسیم که با کراوات وایساده همون مزخرفاتی که داره پمپاژ میشه توسط جمهوری اسلامی رو بیان میکنه بخشی از این مزخرفات منم یه بخشی یک زمانی مطرح کردم و حتی خود سن و سال من با اینا خیلی متفاوته بعدم من مطرح کردم باز من یه استراتژی داشتم خیلی سرم یعنی داشتم اینو میگفتم که نزدیک شم به نظام بعدم اینکه اصلا یه بخشش هم اشتباه بوده آقا هی داره خب میریم جلو بعد خودمون رو به اینکه بگیم که آقا اسرائیلیا 75 ساله داره فلسطینی‌ها رو میکشه سرزمین اینا رو گرفته یک تعریف به نظر من کارتونیه یک تعریف تام و ماننده یک تعریف به قصه های جونه یا مثلا مامان جون برای بچهشه که مثلا بگیره بخوابه پسرم نون و پنیر و سبزی قصه ما تموم شد کلاقه به خونش نرسید این از اون داستان هاست. که آقا یه اسرائیلی وجود داره که داره 75 سال میکشه این اینه اینجوری نیست آقا بعد همه اینایی که داری میگی برعکسه اولین کشتار و فلسطینیا شروع کردن و من این تو این شب ها اینقدر این قضایی رو توضیح دادم که دیگه توضیح نمیم میدونید ارجا کنید به توضیحاتی که من بارها در مورد ریشه این درگیری ها با اسرائیل و فلسطین رو مطرح کردم تماما اما اگر میخوای حالا تو حوصله تاریخ نداری اگر ب... به قول بچه مذهبی یا بینی یا بین الله اگر قضیه رو از هفتم اکتبر تا الان دنبال کردی همینو یه کپی پیست بکن در مورد 75 سال پیش یه کپی پیست کن در مورد 1400 سال پیش در تمام این درگیری ها بین مسلمانان و یهودیا حق با یهودیا بوده کرمم از خود چیز بوده درخت بوده کرمم از خود جریان اسلامی بوده این کل ماجراست جزئیاتش هم میدونیم اسرائیل بود یه یهودیایی بودن یه فلسطینیایی بودن یه انگلیسی بوده اونجا 20 بیستا... آقا اصلا این فلسطینی اگه خیلی واسه من مملکت منه چرا یک تیر سمت انگلیسی شلیک نکرد که 27 سال بعد از جنگ جهانی اول اونجا رو اشغال کرد قبل از اون چرا یک تیر به سمت به لشکر آقای مصطفی پاشا شلیک نکرد که عثمانی به چند قرن اونجا رو اشغال کرد چرا یک تیر سمت چه می‌دونم بیزانس شلیک نکرد چرا یک تیر سمت رومیا یونانیا حتی ما ایرانیا که در یه مقطعی اونجا رو برای خودمون داشتیم در دوره هخامنشی به سمت ماجرا چرت و نگید تمام داستان اینه که اینا هیچ وقت سرزمین نشن بعد که انگلیس خواستش از اونجا به دلایل حالا اوه طولانی که قبلا گفتم میخواست بلند چه اومد زیل سازمان ملل در سال 1947 گفت دو تا کشور بشید این بخش بشه فلسطین این بخش بشه اسرائیل گفت آقا این یهودی شما قبول دارید گفتم بله گفت شما قبول دارید فلسطین اینا گفتن نه یک سال بعدم اسلحه برداشتن زدن مردم یهودی گفتن آقا این کشور مارشه کدوم کشور کجای تاریخ ما فلسطین داریم این مسخره اصلا همین پرچم فلسطین که وجود داره کجای تاریخ ما کشوری به اسم فلسطین داریم ایمان مرسی بابت هستی کسی که وجدان گزینشی داره یعنی مرگ یک انسان رو به خاطر اینکه احساس قرابت و نزدیکی داره دوست نداره آفرین میگه آقا شما نباید احساسات گزینشی داشته باشید احساس شما آقای کوروش ارفانی از کشتار مردم در کیبوتسایی که تازه متعلق به مرسای 1948 بود در صبح شنبه هفتم اکتبر چیست میخوان اتهام بزنن که آقا اگه بچه قضیه کشته میشه ماها ناراحت نمیشیم ماها احساسات گزینشی داریم شیپور که از سر گشاد نمینوازن که اول از همه در این دور از داستان ها حالا من کاری ندارم به داستان های حابیل و قابل تاریخ اگه میخواین نگاه کنین تاریخ برمیگرده به حابیل و قابل به قول آقای دکتر باخارایی ها تاریخ برمیگرده به حابیل و قابل اتفاق از شنبه هفتم اکتبر دوباره شروع شده دیگه در این دور اینه شما اگر احساسات گزینشی نداری 1200 و دیویستا، پیر مرد پیر زن و دختر پسر جوونی که به اون شکل فجیانه توسط حماس در 500 ساعت عمل قتل عام شدن احساسات چگونه است ولی مرگ انسان دیگری رو به خاطر اینکه هیچ قرابت نزدیکی ملی خونی نژادی قومی نه گروه باباش بکشیدش ای خ... جزب این جزء خطرناکترین ایده های هستش منم حکم مرگ فلسطینی رو صادر میکنم گور باباش به من چه که داره تیک پاره میشه به من چه که بچه درون به قول معروف اینکوباتور در بیمارستان ها داره میمیره برق قطع کردن داره میمیره نمیتونه نفس بکشه به من چه اینکه بازم داستان اینجوری نیستش که خود قضیه میگه من اصلا بچه به دنیا آوردم بمیره که بندازم بعد مثلا برایش پروپاگاندا کنم اسرائیل رو خراب کنم خودش داره خودش راضی خود تمام اتفاقات میگه من همچنان از حماس راضی ام گوره بابای من ناراضی من بیام کاسه دکتر از آش بشم اونم برای جماعتی که خود انتخاب کردن چون حیوان زندگی آبسته مردم اسرائیل انتخاب نکردن که شا... شهید بشن برای همین ما برای اونا غمخواریم خاریم ولی مردم فلسطین در غزه شما نگاه کنید این مردم گوگولی مگولی گای توی میواره سو برقو کردن همونایی هستن که اسیران پیرزن پیرمردی که وارد غزه میشدن میمونن تف میکردن تو صورت این اسیر و شادی میکردن اگرم تمام این جنگی که آقایون فلسطینی دارن میکنن اگر واقعا کشوری داشتن و واقعا برای کشورشون دارن مبارزه میکنن یک نگاه رئالیه که باید بهشون بگیم درود به شرفت ولی اینگونه نیست عزیز دل برادر تمام دعوا اینا دعوای مریضی اسلامیه و واقعا اسلام مریضی است تو نمیخوای اینو قبول کنی شما چون نگاهاتو من میدونم یه مقدار از چپای قدیمم هستی دای عرفانی نمیخوام باز کنم نکنید این کار این حرفایی که شما دارید میزنید فقط خوراک دارید به یک سری از این عقب افتاده ای مذهبی داخل ایران میدید نگی که احساسات نباید گزینشی باشد خب چرا شما صداتون در نمیاد برای کشدار هفتم اکتبر ولی به قضیه که میرسه یه دفعه احساساتتون اکتیو میشه در حالی که انسان نرمال به صورت منطقی باید احساساتش برای کشدار هفتم اکتبر اکتیو بشه نه برای مردمی که شادی میکردن از کشتار نه برای مردمی که رأی دادن به نیستی و نابودی پشت حماس هستن نه برای مردمی که قضیه تو مجلاتشون نوشته شده حتی برای فلسطین و اینا نمی جنگم میگم اون دنیا رو اسلام میکنین در مجلات حماس برج ایفل کردن سر برج ایفل کردن در حقیقت مثل این مناره های مسجد که آقا ما میریم برج ایفل هم اونجا رو هم تسخیر میکنیم بس دعوا حماس قائل به خود فلسطین حتی نیست ولش کنن کل دنیای غرب رو میخواد به زور مسلمان کنه آقا در جمهوری اسلامی میگه کاخ سفید را حسینیه میکنیم هر هم ها ایران و حسینیه کردی برای هفت باشت بون بسته چرا این قضایی رو نگاه نمیکنه کجا برای مملکت آقا کسی که داره برای مملکتش میجنگه نگه من میرم برج ایفل رو چیز میکنم مسجد میکنم بسته دیگه من باید فکر بچه های فلان نبشه. سهیونیست فارسی زبان در جریان جنبش سبز بود فکر کنم بله. اومدن شعار رو مطرح کردن نه غزه نه, نوب... نه لبنان جانم فدای ایران ببین این همون بزن. تفکر بله. بله این همون تفکر بودار سهیونیستی هستش همون تفکر ضد بشر نظام سلطه هستش که من شما رو جدا جدا میکنم هر کدوم به فکر خودتون باشید بعد همتون من یه زمانی خودم نقد این شعار داشتم اما واقعیت هایی که الان بیم تحمیل من, من, من،, من یه چیزی بهتون بگم به جان عزیزانم در این ده ماه برنامه‌ای که ساختم هیچ کدوم باب میلم هم نبوده. آیا به من پول دادن اینا رو ساختم؟ اونایی که منو میشناسن میدونن اهل اصلا بلش کنید. خود از روایتی که خودم میخوای بشه نه تنها کسی پول نداده تا دهنم ده هم خیلی جا سرویس شده. در تمام این ده ماه هر چی که من اومدم صحبت کردم و دفاع کردم که آقا اسرائیل بعد اینجا به صورت سلبی ازش دفاع کنیم اسرائیل کارش درسته اینا هیچ کدومش باب میل من نبوده. از منظر ناسیونالیسم دارم میگم. پس چرا اینا رو گفتم واقعیت میدانی سیلی ها که چه از کنم دیگه مشت و لگت به ما زده واقعیت های مید اگه غیر از این چیزایی که تو این ده ما ساختم اگر میگفتم صرفا داشتیم خودمون اگه خر میکنیم مگه که یعنی این چیزایی که من تو این دهما گفتم واقعیتی که داره رخ میده واقعیت میتونه باب میل من تا نباشه ببین من یه زمانی نقد کردم که آقا این چه شعاریه نقض نه, نه لبنان جان ایران ما بالاخره باید همه با هم دیگه اینا جزی بخشی از امپراتوری ایران جز ساتراپ های ایرانه حرف من بوده ولی امروز اجازه بدید که ادول کنم از حرفم عقب نشینی کنم من مشکلی با عقب نشینی ندارم مثل بازی مافیاس دیگه دند عقب میزنم ساتراپ های ما یک زمانی بودن الان توشون بیماری اسلامیه و حکومتی هم که الان بالا سر ماست حکومت بیمار اسلامیه الان واقعیت هایی که من دارم میبینم اتفاقا خودش اگه واقعا میخوام با این بیماری اسلامی بیان تو خونه ما نیان بهتره من در نمال امپراتوری ایران بزرگ بودم درسته؟ شما در خونت باز میکنی بیمار بیاد تو خونت نمیکنی نمی که اگر این بیماری اسلامی رو دارن دردسر میشه برای ما بنابراین ایشون میگه آقا این جدا سازی ها رو صهیونیست داره میکنه اگر صهیونیست داره ما رو جدا سازی میکنه با کشورهای اسلامی من میتونم برم یک دست گرمی به بچه های صهیونیست بدم این جدی اینجا دقت کن چی داره میگه شعار رو مطرح کردن نه غزه نه, لبنان جانم فدای ایران ببین این همون تفکر بزن. بله این همون تفکر بودار صهیونیستی هستش این همون تفکر ضد بشر نظام سلطه هستش که من شما رو جدا جدا میکنم هر کدوم به فکر خودتون میگه این همون تفکر بودار صهیونیست نیست تفکر در حقیقت جد میخواد همه رو جدا جدا کنه اگر اسرائیل میخواد منو از جهان اسلام جدا کنه میشه من برم یه تشکری بکنم آقا یه دستی بشه دمت گر بیا تو رو قلم رو جدا بکن بسته دیگه این شعار نه لبنان درست یا غلطیش یک بحثه این شعارها شعارهایی که از دل مردم ایران در اومد نکنید توی پاچه بقیه آقا مسئله مردم دارن میبینن چرا ما فکر میکنیم درست درسته مردم ما تو خیلی داستانه بالاخره ولی در یه کلیت یه خرد جمعی داره یه سری چیزا رو هم میبینه دیگه هرچقدر هم حکومت این سری خودش رو پاره کرد یک خرد جمعی نصف بیشتر نرفتن رأی بدن مردم دارن میبینن به قول آقای داریوش همایون روانشون شاد میگه ما از سه تا جهان بعد نجات پیدا کنیم جهان اسلام جهان خاورمیانه و جهان سوم میگه ما بالا این سه جهان نجات پیدا کنیم حالا من جالبه این نه غزه نه لبنان ایشون میگه آقا میخوان ما رو جدا کنن آقا اینا ببخشید غزه و لبنان و اینا بیماریای اسلامی دارن مثلا چیکار داریم با اینا بله از نظر تمدنی اینا ساتراپ های مان ولی این از نظر تمدنی و غیر و اینا ما در تمدنمون یه کثیف بودنی به اسلام نبوده قضیه اسلام کلی چیزا رو چنج کرده بله اگه بریم لبنان رو از اسلام در بیاریم رو از اسلام در و و و حالا زمان داره هی میخوره دیگه الان مثلا من های دو سال پیش هم که ریشه مثلا سفید نداشتم و ریشه سفید دارم زمان گذشته دیگه هی چند شده هی مسئله داره عوض میشه یه سری واقعیت های روی زمین وجود داره بفرمایید باشید بعد همتون رو به موقعش میگم موقعی که نوبت انسان دوستی برای بچه های نوار غزه که زنده زنده سوخته میشن نه من اینو دوست ندارم اینجا وجدان گزینشی من دیگه عمل نمیکنه اگر میخواهید به معنی واقعی کلام انسان مدار باشید میبایستی پاتون صفر باشه و از زمانی که رفتید از این واجه های قرازه این برونور پیدا کردید اووردید و تونستید با اون جنایت رو توجیح بکنید رفتید تو صفحه همون جنایتکار کارها استادید آه. خطاب به کیا خطاب به اینایی که بیرون اداعتفار اپوزیسیون در میارن جناب امیرید بره. بره. خب من هم که شما یه واقعیت رو بگی از این پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی میکنه چپگرا میکنه خیلی دارن میکنن علی اسرائیل اگر یه واقعیت رو بگی که آقا جنگ و حماس را انداخت هفتم اکتبر حماس بود داشت سر اصلا من تحجاب بکنم در این دنیا هفتم اکتاب حماس داشت سر زن و بچه مردم میبریدا اگه بیای اینو بگی از نگاه آقای کوروش عرفانی کنار جنایتکارا وایستدی ولی اگه بری بگی که آقا دم حماس گرم که داره سر زن و بچه مردم رو در هفتم اکتبر میبره اینجا تو در کنار عدالت وایستدی من این عدالت شما رو نمی‌فهمم آقای کوروش عرفانی پس بنابراین بنده جام در کنار اون جنایتکارا از نظر شما مشکلی هم ندارم با این قضیه البته خطاب به کیا خطاب به اینایی که بیرون اداعتفار اپوزیسیون در میارن جناب ادای اپوزیسیون و ضد رژیم بودن و اینها در میارن و توجیه میکنن مرگ آدم ها رو توجیه میکنن جنایت ها رو این اینا ببین آی شریفانی کل مثلا گوش نکن این تیکه که قضاوت من بر اساس تو میدونم نظر کلیتون هم همینه ببین این صد که آقا توجیه میکنن جنایت و این اینا دیگه ببخشید دیگه محلی از اعراب نداره اینا 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 یه فضای فرافکنیه کلی گویه. تو نبینی که حماس مردم و سپر انسانی قرار داده استرا ببین آقای نتانیاهو به درستی گفت گو... گو کشته شدن یک کودک در غزه برای ما تراژدیه و واقعا هم همینه ولی برای حماس استراتژیه اصن برای اسرائیل هم تراژدی نباشه. یعنی باید چی باشه؟ ناراحتی مردم دیگری باشد. اون من الان اون وظیفه داره نگران مردم خودش باشه. الان واقعا به من ربطی نداره این همسایه بغلین و اون همسایه بغلین و اون همسایه رویم. شب واقعا قصد دارن به بچه‌شون بدن یا یعنی نه من در درجه اول بر فکر خانواده‌ام باشم. اسرائیل هم در درجه اول بر فکر مردمش باشه. بس بس منطق است. ولی در مورد اسرائیل که کودک غزه کشته میشه تراژدی هست یا نه اونو نمیدونیم اصن. ولی در مورد این که برای حماس استراتژی تو این شک داری آیه کوروش عرفانی نه تو این شک دارید حماس مردم رو داره سپر انسانی شک داری تو این قضیه حماس وقتی که میخواست هفتم اکتبر رو رقم بزند این همه تونل برای خودش درست کرده کرده بود که مثلا یه چند متر هم پناهگاه برای مردم بچه های کودکان قضیه درست کنه نه 17 سال برای خودش تونل درست کرده یه متر پناهگاه درست نکرده این اسرائیل فلان فلان شده بهمان اینا برای مردمش هم گنبد آهنین خریده درست کرده و هم در هر خیابان و محله براشون پناهگاه درست کرده و تو میخوای بگی اسرائیل جنایت کار است اسرائیل جنایت کار از حماس خوب است بله اگه ما اینجا وایسیم کنار مردم بربر فلسطین ماها چیزیم آدمای متمدنیم باشه اصلا ماهیت اون آقایون فلسطینی که همشون با پرچم اسلامیان بربریت اصلا جنگ جنگ آقای نتانیاهو درست گفت جنگ جنگ تمدن و بربریت جنگ جنگ توحش با تمدنه اینجا داره زندگی ستایش میشه اونور در جریان حماس داره ببخشید دست کودک دارن اسلحه میدن اونجا داره در حقیقت شهادت و داستان مرگ داره تقدیس میشه شما که کنار یک سری بربر وایسید شما متمدنید بعد که ما در کناری کسانی که زمین را آباد کردند کسانی که علم آوردن تو این منطقه کسانی که دارن هر روز تلاش میکنن که تکنولوژی بالاتر بره تو همون جایی که نشستی تو همون بستر یوتیوبی که نشستی از همین تکنولوژی آقاین یهودی و غیره است بعد ما, ما ها اگه این وایسی ماها میشیم توحش و جنایت و اینا تا کجا این پیش غلطو میخواید ادامه بدین منم موندم آره دیگه پشت سرش هم که کتاب دیگه دیگه اون البته فکر کنم کتابه چیز مجازیه ولی خب بالاخره یه ذهنش دوست داره پشت سرش کتاب باشه ایرانی هم نداره داشته باشم من مشکلی ندارم ولی این حرفاتونو رو نگاهتون عوض کنید و این حرفایی که دارید میزنید میبینید دیگه الان این حرفای شما رو سپای پاسداران داره استفاده میکنه گذاشته حالا دیگه خودتون میدونید بگذاریم